رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعتراف خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام دوستان، با یکی دیگه از داستانهای رادیو ممنوعه با شما هستیم. من مرجان هستم و داستان زندگیمو برای رادیو ممنوعه مینویسم. ما توی یک روستایی که آباد بود، شبیه شهر بود زندگی میکرد. تنها شانسی که از زندگی آورده بودم این بود که من توی یک روستای زیبای دنیا اومده بودم. من تازه با یکی از همروستایی‌های خودمون عقد کرده بودم و توی دوران عقد کردگی فهمیدم که ایشون در دوران سربازی معتاد شده. به مامانم گفتم من خیلی احتمال میدم که شوهرم معتاد باشه، چون خودم دیدم مواد میکشه و تو جیبش مواد رو دیدم. مامانم گفت اگر مطمئن هستی فوراً طلاق بگیر. من هم پشتت هستم. من هم انگشتری رو که خریده بود برام فوراً پس فرستادم و بعد از 6 ماه طلاق گرفتم. پدرم هم فوت کرده بود و سنگینی زندگی به سر مادرم بود. ما دو تا خواهر بودیم. مبینا ازدواج کرده بود و یه دختر داشت به اسم مهتاب. مهتاب بسیار زیبا بود و شیرین. مبینا خواهرم هر روز مهتاب رو می آورد و میذاش پیش ما و هیچ وقت خوشحال نبود. همیشه چشماش باد کرده بود و گریه کرده بود. ازش که سوال میکردیم میگفت چیزی نیست، حساسیته. هیچ وقت حرفاشو برای ما نمیزد. وضعیت شوهر خواهرم خیلی از نظر مادی فول بود. متاسفانه یه روز خبر دادن که خواهرم توی خواب سکته مغزی کرده و از دنیا رفته. مادرم دوباره زیر بار مصیبت بزرگ خواهرم رفت. بعد فوت پدرم این دومین مصیبت سنگین مادرم بود. خواهرم مبینا مثل این که میدونست که زود از این دنیا میره، چون دخترش مهتاب رو همیشه پهلوی ما میذاشت و مهتاب به من و مادرم خیلی عادت کرده بود. بعد فوت خواهرم مرتب شوهرش مهتاب پیش ما میآورد و صبح میذاشت و شب میبردش. بچه هم با گریه و زاری اما جدا میشد. هرچی به شوهرش اصرار میکردیم که مهتاب و بذار پهلوی ما، قبول نمیکرد. من و مادرم خیلی ناراحت بودیم. مهتاب کوچولو یه هفته بعد نمیدونم چه اتفاقی افتاد که شوهر خواهرم زنگ زد و گفت مهتاب مریضه، اگه امکان داره شما بیایید خونه ما. ما رفتیم خونه دامادمون، دیدیم که مهتاب توی تب و لرز داره میسوزه. تا منو دید چشماشو باز کرد و یه لبخندی به من زد. از گوشه چشمش یه قطره اشک. مادر محمد مسیح خانم رو کرد به من و گفت تو اگه خاله خوبی بودی می اومدی زن محمد می شدی، که هم برای دختر خواهرت زن بابا نیاد، همین که برای محمد خانومی کن. با شنیدن این حرف خیلی ناراحت شدم. برای اولین بار بهش توهین کردم و مهتاب و برداشتم و اومدم خونه. مامان برخلاف تصور من با این حرف موافق بود. میگفت کی بهتر از محمد؟ همین که پولدار و ثروتمند، هم خوش قیافه است، همین که مهتاب زیر دست نامادری نمیافته. از طرفی هم که تو به خاطر این محیط کوچیک روستا به خاطر طلاقت یه خواستگار هم نداری. مامانم میگفت هیچ وقت یه پسر نمیاد تو رو بگیره، باید با یک مرد زن مرده یا زن طلاق داده ازدواج کنی. پس کی از محمد بهتر؟ من هم اعتقادم بر این بود که من دوست ندارم با مردی که شوهر خواهرم بوده ازدواج کنم. مامانم میگفت خواهرم اینطوری راضیه. من هم فهمیدم که این حرفای مامانم همش به خاطر مهتاب عزیزه. البته مادرم حق داشت، چون خانواده شوهر خواهرم محمد مصمم بودن که دیگه مهتاب رو از ما دور نگه دارن. مهتاب هم به قلب مامانم بسته بود، حق داشت. به مامانم گفتم تو به خاطر مهتاب میخوای منو تباه کنی. خلاصه دعوای سختی با مامانم داشتم. آخرش هم حرف مادرم پیش رفت. تصمیم گرفتم برم پیش محمد و خودم باهاش صحبت کنم، چون فکر میکردم که این پیشنهاد مسیح خانم مادر شوهر خواهرمه، این خواست محمد نیست. گفتم میرم از محمد خواهش میکنم که مهتاب رو به ما بده، این حرفا تموم بشه. از یه جا پیش خودم میگفتم زندگی مرفه مهتاب کجا و زندگی با فقر و بیچارگی ما کجا. افکارم حسابی در هم بر هم شده بود و گیج و مبهوت نگاه میکردم. دیدم صدای سگمون تو حیاط بلند شد، فهمیدم کسی در زده. دیدیم مادر محمد مسیح خانم اومده. مامانم فکر کرد اومده مهتاب رو اما بگیره. به من گفت من امروز به
همه این حرفا خاتمه میدم. مسیح خانم اومد داشت با مامانم حرف میزد، من سینی چای رو حاضر کردم و رفتم پشت در. دیدم داره میگه به خدا دیشب با محمد راجع مرجان جون صحبت کردم، به سختی راضیش کردم که با مرجان به خاطر مهتاب ازدواج کنه. والا به خدا برای پسر من بهترین دخترها هست، ولی من به خاطر مهتاب راضی نیستم که با کس دیگه ازدواج کنه. مرجان بیاد و عروسمون بشه. رو کرد مسیح خانم به مامانم گفت به خدا مبینا اون زنی که برای پسرم باید می بود نبود، بچم حروم شد، تو رو خدا ناراحت نشید. مامانم نشسته بود و کارتش میزدی خونش در نمیومد. بعدم گفت البته بده پشت سر مرده حرف بزنم، خدا بیامرزتش. مامانم رو کرد به مسیح خانم گفت عزیزم دختر مثل دست گلمو دادم به پسرتون، یه بار نیومدم گله کنم. دختر عزیزم چرا انقدر از اون وقتی که با پسر شما ازدواج کرده افسرده احوال شده و از شوهرش رضایت نداره؟ دختر من همیشه شاد بود، تو خونه شما غمگین شده بود. من این دختر رو با بدبختی و با بیپدری بزرگ کرده بودم، ولی اینو بگم که اومدی خواستگاری و این حرفایی که میزنی رو از روی خوشقلبی میگی، آدم بدجنسی نیستی. باشه من قبول میکنم، به خاطر مهتابم مرجان این دوتا رو امانت به دست تو و پسرت بدم و این دوتا رو به خدا واگذار میکنم. منم که مریض احوالم، خودم هم انقدر خستم که دیگه بعد مرگ مبینا هیچ امیدی به زندگی ندارم. دلم میخواد از این دنیا هرچی سریعتر برم، فقط میخوام خیالم راحت باشه. مامانم قبول کرد و به مسیح خانم گفت باشه امشب بگو محمد بیاد دنبال مرجان و مهتاب. من هر دوی اونا رو اول به خدا میسپارم، بعد به دست شما و محمد. مامانم اومد پهلوی منو گفت مرجان جون، من امشب صحبت کردم با مسیح خانم که محمد بیاد دنبال شما و شما رو به خونش ببره. دخترم اگر تو مهتاب و اینقدر دوست داری باید براش مادری کنی. من دیشب خواب خواهرتو دیدم که ازم میخواست که مهتاب رو به دست تو و محمد بسپاره. میخوای باور کن میخوای نکن. با تعجب گفتم مامان تو رو خدا توی همچه خوابی دیدی؟ مامانم با بی‌حوصلگی گفت به ارواح خاک پدرت خواب دیدم، مثل اینکه هیچ چاره‌ای نبود. بلند شدم رفتم دوش گرفتم و وسایلامو جمع کردم. من بافتنی می‌بافتم و می‌دادم به خانم همسایه‌مون ببره بفروشه. خرج زندگیمون رو اینجوری درمی‌آوردم. دوست نداشتم تمام زندگیمو جمع کنم. انگار یه حسی بهم میگفت دوباره برمیگردی. موهای مهتاب بود و مسح کردم. بچه استرس گرفته بود. میگفت خاله بابا میاد منو می‌بره. میگفتم عزیزم من هم باهات میام، ولی قبول نمی‌کرد. شب شد و محمد و خانواده‌اش با ریش سفید محلمون اومدن. ما دو تا رو با هم محرم کردم. هیچ کدوممون دل و دماغ نداشتیم یه دست خشک خالی زده بشه. محمد مهتابو داد توی بغل من و رفتیم سوار ماشین محمد شدیم. مسیح خانم و پدر محمد گفتن شما دوتا برید، ما خودمون دوتا برمیگردیم. همش پیش خودم میگم یکی تو این خونه خواهرمو اذیت میکرده که انقدر خواهرم افسرده احوال شده بود. فکر میکردم خواهرم اذیت میشه. همین که مهتابو نمیذاشتم پهلوی ما بمونه خیلی ناراحت بودم، ولی مامانم میگفت به من مسیح خانم رو خوب میشناسه، اون زن خیلی خوبیه. اونم گردنبند گرونی برام خریده بود، شیربهای زیادی هم به مادرم داد. پیش خودم میگفتم آخه مسیح خانم که اینقدر به فکر عروس و پسر و نوشه، چطور میتونه اینقدر آدم بدی باشه؟ خودم میگفتم نکنه محمد دلیل ناراحتی و افسردگی خواهرم بوده. محمد نشسته بود و مثل برج زهرمار نگاه میکرد. رو کرد به مهتاب و گفت مهتاب بابا بریم برات بستنی بخرم. بچه‌م گفت بریم بابایی، فقط خاله مرجانم باید بیاد. گفتم مهتاب جون منم باهاتون میام، بریم بستنی بخریم. مقداری هم تنقلات خرید و بستنی خرید برای نصف شبمون. گفت که اگر بیدار شدین از این تنقلات بخورید. بعدم رو کرد به من گفت مرجان خانم نزدیک تولد مهتابه، دلم میخواد یه تولد خوب برای دخترم بگیرم، حتی دلم میخواد اونو پیش عکاس ببرم عکس ازش بگیرم. گفتم محمد آقا من یه پیرن خیلی زیبا براش دوختم، آخه من عاشق این کارا بودم، مخصوصا تولد مهتاب عزیزم. محمد گفت چند دست لباس میگیریم و یه جشن تولد خیلی خوب میگیریم. این حرفا همه توی ماشین رد و بدل شد. در خونه که رسیدیم پیش خودم گفتم خدایا چطور باید تو خونه ای وارد بشم که خواهرم زندگی میکرده. وارد خونه شدیم دیدم وای همه جا چقدر کثیفه. رفتم توی اتاق مهتاب دیدم چه عروسکای قشنگی داره. محمد آقا گفت مرجان خانم دوست داشتی توی اتاق من بخواب، خواستیم پیش مهتاب بخواب. من همش فکر میکردم خدایا محمد چقدر آدم بدیه، مسیح خانم چقدر بد بوده که خواهر شنگول سرمست
دست من به این روزا افتاده. از اون طرف می‌دیدم یه خونه دو طبقه شیک که یه طبقه مال خواهرم بوده و یه طبقه هم مال مادر شوهرش بود. من هیچ بدی از این خانواده نمی‌دیدم و هیچ دل و حوصله‌ای نداشتم که به سر و ریخت خودم برسم. صابون مسیح خانم خیلی تلخ بود، ولی چیزی نبود که خواهرم بخواد به خاطرش این همه ناراحت باشه و افسردگی بگیره. هر لحظه که می‌گذشت می‌موندم خدایا چی بوده که خواهرم اینقدر بابتش ناراحت بوده. محمد 4 تا خواهر داشت و خودش تک به سر بود. خونه رو تمیز کردم و از مهتاب پرسیدم عزیزم چی دوست داری برات درست کنم؟ می‌دونستم کتلت و سیب زمینی خیلی دوست داره. غذاشو آماده کردم. مهتاب بعد بازیش خسته شده بود و خوابیده بود. منم اثر کنجکاوی بلند شدم و رفتم شروع کردم اساسیه خواهرمو بگشتم. هر چی اونجا بود بهترین بود. هر چی بیشتر می‌گشتم ناامیدتر می‌شدم. تا اینکه همینطوری که روی تخت خوابیده بودم، غلط زدم و افتادم روی زمین. یه دفعه احساس کردم زیر تخت یه صندوقچه است. دستمو بردم زیر تخت، دیدم اوه چقدر خاک گرفته روی این صندوقچه. رو فهمیدم این صندوقچه مال خواهرم مبیناست. حدس بزنید چی باید باشه؟ نگاه کردم دیدم دفتر خاطرات خواهرمه، دستخط خواهرم خدا بیامرزه. انقدر عجله داشتم برای خوندن اون دفتر خاطرات که مهلت نمیدادم. تونتور شروع کردم به خوندنش. شاید چیزی که در عرض 3 روز باید میخوندم تا زمانی که محمد بیاد تمومش کردم، ولی هزار بار گریه میکردم و میخوندم. تازه فهمیدم درد خواهرم چی بوده. دیگه با خوندن این دفتر خاطرات از محمد اصلا دلگیر نبودم. تو دفتر خاطرات تمام خاطرات خواهرم ثبت شده بود. فهمیدم خواهرم عاشق پسرموی محمد میشه و خواهر ساده دلم گول خورده. نمیدونم که پسرموی محمد چقدر و چه منظوری داشته که خواهرمو اینطوری عاشق خودش کرده بوده. خواهرم به جای اینکه عاشق شوهر خودش باشه عاشق اون مرد شده بود. دلم به حال محمد خیلی میسوخت، چون در حق محمد خیلی ظلم شده بود. خواهرم تمام عشق و محبتش رو نثار پسرموی اون مرد میکرده. تا اونجایی که فهمیدم مهتاب دختر محمد نیست. نمیدونم چطوری باید بگم که چقدر شاکی شده بودم. به حدی غافلگیر شده بودم که نمیدونستم چیکار کنم. پس به خاطر همین بود که خواهرم همیشه مهتابو می آورد و خونه ما میذاشت. میخواسته که مهتاب عادت به ما کنه. از اینکه انقدر محبت محمد بهش میکرده و خواهرم بی توجهی میکرده عذاب وجدان بدی گرفته بودم. از طرفی ناراحتی زیاد خواهرم این بود که پسرموی محمد غافلگیرانه اونو میذاره و ولش میکنه واسه همیشه میره. سلام قضیه گرفته بود، نمیدونستم باید چیکار کنم. با خودم میگفتم آخه خواهرم خدا بیامرزدت، این چه کارایی بوده کردی؟ همه رو جز به جز نوشتی. اگه یه نفر به غیر من این دفتر رو میخوند آخه چه بلایی سر ما میومد. ایجا میگفتم آخه خواهرم محمد مرد به این خوبی و با اصالت، چی کم داشتی که عاشق پسرموی محمد شده بودی؟ اما اینها سوالهایی بود که کسی نبود جوابم بده. آخه خواهرم چی باید میگفت؟ اگه محمد میفهمید که مهتاب دخترش نیست چی میشد؟ تصمیم گرفت رفتم برم تو بالکن خونه و دفتر خاطرات خواهرمو بسوزونم که دست هیچ کس نیفته. مسیح خانم از اون پایین میگفت مرجان چیکار میکنی؟ چی میسوزونی؟ گفتم هیچی بابا، دارم اسفند دود میکنم. مسیح خانم گفت من دارم از خونه میرم بیرون، مواظب همه چی با. گفتم شما بریم به کارتون برسید، منم غذا درست میکنم براتون میدم. رضایت کاملو تو نگاه مادر محمد میدیدم. دستشو برد بالا و به دعا کردن. همین که شروع کردم به غذا درست کردن به فکرم رسید که خواهرم نوشته بود که میاد پیش مامانم و مشکلاتشو برای مامانم میگه و میخواد از محمد جدا بشه. خیلی از دست مامانم شاکی شدم. گفتم پیش خودم چقدر من ازش میپرسیدم چرا خواهرم مرده، هیچی نمیگه، در حالی که همه چی خواهرم رو میدونست. خیلی گریه کرده بودم، دلم براش خیلی میسوخت. محمد که از راه رسید با خوشرویی رفتم جلو و استقبالش کردم، براش چای آوردم. تعجب کرده بود مگه میشه که اینقدر محبت. براش غذا آوردم و با لذت خورد و تشکر کرد. برای مسیح خانومم غذا دادم، خیلی خوشحال شده بود. محمد در حیرت محبت من مونده بود. تصمیم گرفتم هیچ وقت نذارم نه مهتاب بفهمه که محمد پدرش نیست، نه محمد بفهمه که پدر مهتاب نیست. آخه چاره ای نبود. محمد از اینکه کتلت و سیب زمینی خوشمزه ای درست کرده بودم خیلی تشکر کرد. من سعی میکردم بی معرفتی خواهرمو در حق محمد با دوستی و عشق جبران کنم. تا اونجایی که جاداش بهش محبت میکردم. زندگی شادی برای محمد و مهتاب ساخته بودم. آخه دلم برای مهتاب میسوخت که نه مادر داشت و نه پدر. 2 هفته از اومدن من تو زندگی محمد گذشته بود که یه شب مسیح خانم اومد در زد و گفت محمد پسرم، تو دیگه از وقتی که مرجان اومده هیچ وقت یه سری به ما نمیزنی، تو همیشه پایین بودی. محمد گفت مادر میدونی که کارم زیاد شده، شبا خستم، میام شام میخورم و میخوابم. مادر محمد گفت خدا رو شکر که این خونه خونه شده، بدت نیاد مرجان جون، این خونه تبدیل به توالت شده بود، همه جا رو گند و کثافت گرفته بود، ولی این خونه الان تر و تمیز و مرتب شده مثل گل. مرجان جون ممنونم، دست درد نکنه. راستی پسرم هنوز برام دستمال نفرستید، من منتظرم.
خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم. میگفت بابا برای مهتاب یه خواهر برادر بیارید. محمد با دل جرأت اومد جلو، گفت مامان جون بذار ما عقد رسمی بشیم، من برات دستمال میارم. دیگه این بحث رو اینجا جمعش کنید. مسی خانم از اون روز به بعد تمام سعیش این بود که ما عقد رسمی بکنیم. تو همین روزا مامانم شنیده بود که ما میخوایم عقد کنیم، اومد و گفت مرجان من پشیمون شدم، مهتاب و بردارو بریم خونمون. زد زیر گریه، گفت من خیلی تنها شدم. گفتم مامان شما مگه خواهرمو خواب ندیدی که گفته مهتاب و مرجان راهی خونه محمد بشن؟ گفت دروغ گفتم. سرمو تکون دادم، گفتم نه تو قسم خوردی، تو دروغ نمیگی. گفت نمیخوام اینجا بمونیم، مهتاب خودش بابا داره، بذار پیش باباش بزرگ بشه، تو هم برو دنبال خوشبختی خودت. خیلی عصبانی شدم، گفتم مامان چرا اینقدر در حق من و خواهرم ظلم میکنی؟ چرا خواهرم اومده میخواسته جدا بشه نذاشتی؟ چرا منو به اصرار به محمد دادی حالا میگی بیاین و جدا بشین؟ چرا به فکر آینده ما نیستی؟ تو به چه حقی برای ما اینقدر تصمیم میگیری؟ یه دفعه با ترس گفت مرجان محمد فهمیده؟ من میترسیدم خواهرت طلاق بگیره. خودم رفتم پیش پسرموی محمد و بهش گفتم دست از سر دختر من بردار، میرم پیش محمد و رسوات میکنم. چه میدونستم اینطوری میشه مرجان؟ پسرموی محمد از ترسش رفت شهر ازدواج کرد. چه میدونستم خواهرت اقواس سکته میکنه؟ من قصدم به هم خوردن زندگی خواهرت نبود. خیلی قصه خوردم، فهمیدم مامانم هم نمیدونسته که مهتاب دختر محمد نیست و عشق خواهرم به پسرموی محمد دو طرفه بوده. قصه هم بیشتر شد. گفتم خدا منو فرستاده، اسرائیل به برگشت من چیه؟ من هم همینجا زندگی میکنم، من اینجا خوشبختم. مامانم گفت آخه شنیدم محمد توی مغازش با یه دختری دوست شده. گفتم این حرفا مال قبل از اومدن من بوده، باید کاری بکنیم که محمد عاشقم بشه. مامانم خیلی خوشحال شد از شنیدن این حرفا. من باید به خودم برسم، امروز و فردا میخوایم عقد کنیم، من زن رسمی محمد میشم. خلاصه زندگی ما پا گرفت و من طعم خوشبختی رو تو زندگی محمد به معنای واقعی چشیدم. محمد واقعا مرد خوبی بود و قدردان زندگی با من بود. من همه کار برای محمد میکردم، اون چی که خواهرم نکرده بود من برای محمد انجام دادم. بعد از مدتی محمد از من خواست که بچه دار بشیم. ما بچه دار نمیشدیم، منم دلم بچه میخواست. تصمیم گرفتیم پیش دکتر بریم. محمد خودش اقدام میکنه و میره دکتر. دکتر بهش میگه آقا شما بچه دار نمیشید. میگه بابا من یه دختر 5 ساله دارم. میگن شما بچه دار نمیشید، باید یه عمل کنید و لقای مصنوعی انجام بدید. محمد اومد خونه و خیلی ناراحت بود. من نفهمیدم. دو هفته بعد هر چی منتظر محمد موندم نیمد. خیلی دیر کرده بود. یه دفعه دیدم محمد مست وارد خونه شد. گفت مرجان دارم دیوونه میشم، این دختر بچه من نیست. گفتم محمد تو رو خدا آروم حرف بزن، یعنی چی که بچه تو نیست؟ گفت قبل از اینکه با هم بریم دکتر تصمیم گرفتم خودم اول دکتر برم و به سلامتی خودم پی ببرم. یه دکتر گفت من بچه دار نمیشم. اومدم و از موهای مهتاب برداشتم و بردم آزمایش دی ان ای دادم. ثابت شد که مهتاب دختر من نیست. خواهرت خیلی خیانت کار بوده، فاسد بوده. خیلی با محمد صحبت کردم. گفت مرجان پدر این بچه کجاست؟ آیا تو میدونی که پدر این بچه کیه؟ باید به محمد چی میگفتم؟ گفتم که محمد اینا کارهای خداست، خدا خواسته که این بچه به خونه تو بیاد و ما هیچ کدوم نمیدونیم که پدر این بچه کیه، چون تو آدم خوبی هستی. گفت مرجان من اشتباه نمی کنم، من بی غیرت هستم که دختر یکی دیگه خونه من باشه. من خیلی تلاش کردم که مهتاب رو برای محمد جا بندازم. گفت مرجان من از خواهرت خیلی متنفرم، محمد به قدری از مهتاب داشت دور میشد که نمیدونم چی بگم. گفت مرجان من لایق این نعمت بزرگ هستم که خدا دختر بی پناهی رو مثل مهتاب رو به من بده. ازش خواستم که محمد دکتر بره و عمل کنه. محمد عملش موفق بود. خداوند دو تا پسر دوقلو به ما داده. راستش هیچ وقت فکر نمی کردم با شوهر خواهرم اینطور زندگی عاشقانه داشته باشم. خدا منو ببخشه که من راز پدر مهتاب رو پنهان کردم. خیلی دوست دارم عزیزان که این داستان رو گوش دادید. خواهش میکنم نظرات خودتون رو برام کامنت کنید تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.